فصل 8 اهمیت نگفتن. در سال 2009 همه دار و ندارم و جمع کردم، فروختمشون یا گذاشتمشون تو انبار. آپارتمانم رو تحویل دادم و راهی آمریکای جنوبی شدم. تا این موقع وبلاگم که در مورد آموزش مخزنی و روابط بود نسبتاً بازدید کننده های خوبی پیدا کرده بود و من با فروش PDF ها و آدوره های آموزشی آنلاین تونسته بودم به درآمدی برسم که بدک نبود. برنامه‌ام این بود که چند سال آینده رو خارج زندگی کنم، فرهنگ های جدید رو تجربه کنم و از هزینه های پایین زندگی در کشورهای در حال توسعه استفاده کنم که کسب و کارم رو بیشتر توسعه بدم. پسری 25 ساله و ماجراجو بودم و این همون رویای تبدیل شدن به یک کوشگر دیجیتال بود. دقیقا همون چیزی که از زندگی میخواستم. آره میدونم که این برنامه خیلی جذاب و قهرمانانه به نظر میرسه، ولی همه انرژی هایی که محرک من برای این سبک زندگی کوچکی بودن ارزش های سالمی نبودن. البته که من ارزش های قابل تحسینی هم داشتم. تشنگی برای دیدن جهان، کنجکاوی برای آدم ها و فرهنگ ها، یک جور ماجراجویی رها و بی مقصد. ولی زیر همه این ارزش ها و برنامه ها یک ارزش ناجور هم جا خوش کرده بود، شرم. اون موقع زیاد ازش آگاه نبودم، ولی اگه یک لحظه کاملا با خودم صادق می شدم متوجه می شدم که یک ارزش به درد نخور اونجا قایم شده، یک جایی اون زیر می را نمی تونستم ببینمش. ولی در لحظه های سکون که کاملا با خودم رو راست می شدم می تونستم حسش کنم. خود مهربینی اوایل دهه دوم زندگیم و چیزهای رمانخراش دوران نوجوانیم یک سری چالچوله و اختلال مربوط به تعهد رو درون من جا گذاشته بودم. چند سال قبلش رو به طور افراطی صرف جبران کارهایی که فکر می‌کردم عقب موندم ازشون و استرس‌های اجتماعی سالهای نوجوانیم کرده بودم. در نتیجه حس می کردم با هر کسی که می خوام می تونم قرار بذارم. با هر کسی که می خوام می تونم دوست بشم. هر کسی رو که می خوام می تونم دوست داشته باشم. با هر کسی که دلم می خواد می تونم رابطه داشته باشم. پس چرا به یک نفر متحد بمونم؟ یا به یک گروه اجتماعی، یک شهر، یک کشور یا یک فرهنگ؟ اگه می تونستم همه چیز رو به طور یکسان تجربه کنم، پس باید همه شون رو به طور یکسان تجربه می کردم، مگه نه؟ با این اشتیاق که فکر می کردم به همه دنیا وصلم، مثل یک بازی لیله جهانی به مدت 5 سال از این کشور به اون کشور می پریدم. 55 کشور رو گشتم، 10 دوست و رفیق پیدا کردم و پریدم توی بغل چندین محبوب و معشوق. همشون هم خیلی سریع جایگزین می شدن و بعضی هاشون رو هم با پرواز بعدی به کشور بعدی فراموش می کردم. زندگی عجیبی بود. پر بود از تجربه های فوق‌العاده و افق گستر و البته سرخوشی های سطحی که انگار برای سر کردن درد ریشه دوانده و نهان من طراحی و ساخته شده بود. تجربه هایی که داشتم همزمان خیلی عمیق و خیلی بی‌معنی بودن. هنوز هم همینطور است. بعضی از بزرگترین درس های زندگی و لحظه هایی که شخصیتم را شکل دادن در همین دوران و روی جاده ها اتفاق افتاد و البته در همین دوران بود که وقت و انرژی زیادی تلف کردم. الان من در نیویورک زندگی می کنم. یه خونه دارم با لوازم و مبلبان، یه قرض برق و یک همسر. هیچ کدوم از اینها مسرور کننده یا هیجان انگیز نیستن و من همینجوری دوستشون دارم، چون بعد از این چندین و چند سال پرهیجان بزرگترین درسی که از ماجراجویی‌هام یاد گرفتم اینه که
آزادی تام به خودی خود بیمعنیه. آزادی این فرصت رو به آدم میده که به معناهای بزرگتری دست پیدا کنه. ولی به خودی خود لزوماً چیز معناداری نیست. در نهایت تنها راه رسیدن به معنا و حس اهمیت در زندگی رد کردن گزینه ها، محدود کردن آزادی و انتخاب تعهد به یک مکان، یک باور و یک شخص است. من به مرور زمان و در خلال سالها سفر به این بینش رسیدم. مثل بیشتر کارهای افراطی‌ام در زندگی، باید خودت رو توی اونها غرق کنی که بفهمی خوشحالت نمی‌کنن. سفر برای من یک همچین چیزی بود. بعد از اینکه خودم رو در 53مین، 54مین و 55مین کشور غرق کردم، کم کم متوجه شدم اگرچه همه تجربه هام هیجان انگیز و عالی بوده، ولی تعداد اندکی از اونها اهمیت ماندگاری دارن. در حالی که دوستام در وطن داشتن سر و سامون می گرفتن و ازدواج می کردن، خونه می خریدن و وقتشون رو با شرکت‌های جالب یا اهداف سیاسی جذابی می گذروندن، من داشتم خودم رو از این سرخوشی به سرخوشی بعدی می کشوندم. در سال 2011 به سن پترزبورگ به روسیه سفر کردم. غذا افتضاح بود، هوا افتضاح بود، برف در ماه می، شوخیت گرفته، آپارتمانم افتضاح بود، هیچی سر جاش نبود، همه چی خیلی گرون بود، آدم ها گستاخ بودن و بوی عجیبی می دادن، هیچ کس لبخند نمی زد و همه خیلی مشروب می خوردن، ولی با این وجود عاشقش شدم و این سفر یکی از بهترین سفران بود. فرهنگ روسی یک جوری روکه که اغلب غربی ها باش دچار سوء تفاهم میشن. اونجا خبری از مهمون نوازی های ساختگی و تعارف های علکی نیست. اونجا کسی به غریبه ها لبخند نمیزنه یا وانمود نمیکنه چیزی رو دوست داره که دوست نداره. در روسیه اگه چیز احمقانه باشه میگن احمقانه است. اگه یک آدم علکی باشه بهش میگن تو آدم علکی هستی. اگه واقعا با یکی حال کنی و اوقات خوبی باهاش داشته باشی بهش میگی که باهاش حال میکنی و باهاش خوش میگذره. مهم نیست که این آدم دوست توی غریبه است یا کسی که 5 دقیقه پیش تو خیابون دیدی. هفته اول همه اینها خیلی آزاردهنده بود. رفتم سر قرار با یک دختر روسی و 3 دقیقه از نشستن ما نگذشته بود که با یک قیافه بامزه به این نگاه کرد و گفت این چیزی که گفتی خیلی احمقانه بود. نوشیدنیم پرید توی گلوم و نزدیک بود خفه بشم. طرز بیانش اصلا جوری نبود که انگار دعوا داره. یک جوری گفت که انگار یه خبر پیش با افتاده بود، مثل وضعیت هوای اون روز یا سایز کفشاش. ولی با این وجود هنوز تو شک بودم. به هر حال در قلب اینجور رفتگویی خیلی قبستاخانه است، مخصوصا اگه طرف کسی باشه که 5 دقیقه پیش ملاقاتش کردی. ولی انگار اونجا همه اینجوری بودن. هر کی از راه میرسید همینقدر پر رو بود و در نتیجه ذهن قلبی من احساس میکرد از همه طرف مورد حمله قرار گرفته. ضعف‌ها و ناامنی‌هام غرغرکنان در موقعیت‌های مختلف می‌اومدن بالا، یک جوری که انگار سال‌ها فرصت خودنمایی پیدا نکرده بودند. چند هفته که گذشت من به رفوی روزها عادت کردم. همانطور که به غروب آفتاب در نیمه شب یا ودکاهای تیزی که تا فیها خالدون معده رو می سوزند عادت کردم و بعد این فرهنگ رو به خاطر همین خصوصیت ها تحسین کردم. ابراز خالصانه، صداقت به معنای واقعی کلمه، ارتباط بدون قید و شرط، بدون شیل پیله، بدون انگیزه های پنهان.
بدون تعارف و تیکه پاره کردن ها، بدون تلاش برای اینکه کسی از شما خوشش بیاد. یه جورایی بعد از سالها سفر، شاید در یکی از غیر آمریکایی ترین جاهای دنیا بود که طعم آزادی رو چشیدم. اینکه بتونم هر فکر یا حسی رو به زبان بیارم بدون ترس از عواقبش، شکل عجیبی از رهایی بود که از طریق پذیرش رد کردن شدن به دست می اومد. و مثل کسی که بیشتر عمرش از این دور ابرازهای رک محروم بوده، اول توسط یک زندگی خانوادگی که عواطف رو سرکوب می کرد و بعدها توی این جریان که به همه نشون بدم من اعتماد به نفس دارم، سرمست این بی‌پردگی بود شدم. مثل بهترین ودکایی که تا حالا خوردم. اون یک ماه که در سن پترزبورگ گذشت مبهمه، ولی آخراش نمیخواستم از اونجا برم. سفر یک ابزار فوق‌العاده برای خودسازیه، چون شما رو از ارزش‌های فرهنگ خودتون رها میکنه و بهتون نشون میده که جوامع دیگه میتونن با ارزش‌های کاملا متفاوت زندگی کنن و کارشون هم راه بیفته و از خودشون بدشون نیاد. این مواجهه با ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی متفاوت شما رو مجبور میکنه چیزهایی که فکر میکردین توی زندگی خیلی ازش مطمئن هستید رو دوباره بررسی کنید و احتمال بدین که شاید روش شما بهترین روش برای زندگی نیست. در این مورد به خصوص روسیه به من یاد داد که ارتباطات چرت و پرت و ساختگی علکی مهربونی در فرهنگ خودمون رایج رو از نو ارزیابی کنم و از خودم بپرسم که آیا این فرهنگ جورایی ما رو در قبال همدیگه متزلزل و ناام نکرده؟ یادمه که یه روز داشتم با استادم که اهل روسیه بود در مورد این قضیه بحث میکردیم و اون تئوری جالبی در این مورد داشت. جامعه روسیه که نسل‌ها تحت سلطه کمونیسم زندگی کرده بود با فرصت‌های خیلی کم اقتصادی و محبوس در قفس رعب و وحشت، فهمیدن که ارزش‌ترین داراییشون اعتماده و برای ایجاد اعتماد باید رو راست باشن. این یعنی وقتی با اوضاع حال نمی‌کنی رک و بدون عذرخواهی به زبونش بیاری. ابراز بی‌پرده اگرچه ناخوشایند ولی کاری ارزشمند محسوب می‌شد، چون برای بقا ضروری بود، چون باید مطمئن می‌شدی که کی میشه اعتماد کرد و کی نمیشه، به کی میشه اعتماد کرد و به کی نمیشه، و باید خیلی سریع تعاطوی این قضیه رو در می‌آوردی. ولی در غرب آزاد فرصت‌های تجاری به وفور پیدا می‌شد، اونقدر زیاد که اگه خودت رو یه جور خاصی نشون میدادی ارزشمندتر محسوب میشد، حتی اگه اون جور خاص غلط بود و خود واقعی نبود. در همچین جامعه‌ای اعتماد ارزش خودش رو از دست داد. ظاهر سازی و جنس غالب کنی به فرمهای به درد بخورتری از ابراز تبدیل شدن. اینکه آدمهای زیادی رو به طور سطحی بشناسی خیلی منفعتش بیشتر بود از اینکه آدم‌های معدودی رو از نزدیک و عمیق بشناسی. به همین دلیل در فرهنگ‌های غربی این به یک هنجار تبدیل شد که چیزهای مؤدبانه بگی حتی وقتی که خوشت نمیاد، دروغ‌های مصلحتی کوچکی بگی و با بقیه موافقت کنی وقتی حتی موافق نیستی. به همین دلیل آدم ها یاد می گیرن وانمود کنن با کسی رفیق هستن که ازش خوششون نمیاد و چیزهایی بخرن که واقعا نمی خوان. سیستم اقتصادی اینجور رفتارها و فریبها رو تشویق می کنه. ایراد این قضیه اینه که در غرب تو هیچ وقت نمی تونی بفهمی که آیا می تونی به کسی که داری باهاش حرف می زنی اعتماد کنی یا نه. بعضی وقتها این مسئله بین دوستهای
صمیمی و اعضای خانواده هم وجود داره. در غرب اونقدر روی آدم ها فشار هست که محبوب باشن که اغلب اوقات آدم ها همه شخصیتشون رو بسته به این که مخاطبشون چه کسی هست از نو پیکربندی میکنن. پس زده شدن زندگی تو بهتر میکنه. فرهنگ مثبت‌گرایی، مصرف‌گرایی این باور رو در ذهن ما فرو کرده که ما تا جایی که ممکنه باید پذیرا و تایید کننده باشیم و این شالوده خیلی از کتاب‌های به اصطلاح مثبت اندیشیه. آغوش خود را به روی فرصت‌ها باز کنید، پذیرا باشید، به همه چیز و همه کس آری بگویید و الی آخر. ولی ما باید یه چیزی رو رد کنیم، در غیر این صورت هویتی نخواهیم داشت. اگه هیچ چیزی از چیزهای دیگه بهتر یا خواستنی تر نباشه، اون وقت ما تو خالی میشیم و زندگیمون بی‌معنا، بدون ارزش خواهیم بود و زندگیمون بدون مقصود. اینکه از رد کردن یه سری چیزها تفره بریم، در وهله اول شاید حس خوبی بهمون بده و این همون حسیه که دنیای بیرون سعی میکنه به ما غالب کنه، به همون سرخوشی کوتاه مدت میده، ولی در بلند مدت ما رو سرگردون و بی سمت و سو میکنه. برای اینکه واقعا قدر چیزی رو بدونی و تحسینش کنی، باید خودت رو بهش مقید کنی. اینکه سالها از زندگیت رو وقف یک رابطه، یک اثر یا یک مسیر شغلی کنی، لذت، معنا و احساس رضایت زیادی در خودش داره. و اگه گزینه‌های دیگر رو پس نزنی، نمیتونی در بلند مدت سرمایه گذاری کنی و به نتیجه درست درمونی برسی. انتخاب یک ارزش برای خودت و زندگیت نیازمند اینه که دست رد به ارزش‌های جایگزین بزنی. اگه من انتخاب کنم که ازدواج و تشکیل خانواده رو به مهمترین بخش زندگیم تبدیل کنم، این یعنی انتخاب کردم که به در و داغ‌ها خیلی بها ندم. اگه انتخاب کردم که خودم رو بر اساس توانایی‌ام در برقراری دوستی‌های شفاف و صادقانه قضاوت کنم، یعنی دیگه نمیخوام پشت سر رفیقام چیزی بگم و به غیبت کردن نمیگم. اینها تصمیم‌های سالمی هستن و هر بار باید به خاطر اونها به گزینه‌ها و فرصت‌های دیگه نبگی. نکته اینه که اگه میخوام یه چیز خاص رو به عنوان ارزش انتخاب کنیم، باید براش تره خورد کنیم. و برای اینکه یک چیزی رو ارزش خودمون قلمداد کنیم، باید چیزهایی که اون چیز نیستن رو رد کنیم. برای اینکه ایکس رو ارزش خودمون بدونیم، باید غیر ایکس ها رو رد کنیم. این پسنی ها بخش ذاتی و ضروری حفظ ارزش ها و در نتیجه هویتمون هستن. ما توسط چیزهایی که انتخاب میکنیم پس بزنیم تعریف میشیم. و اگه چیزی رو رد نکنیم، شاید از ترس این که خودمون توسط چیزی پس زده بشیم، هیچ هویتی نخواهیم داشت. اجتناب از پستنی به هر قیمتی، اجتناب از مناقشه و رو در رویی، تلاش برای پذیرش همه چی به طور مساوی، تلاش برای اینکه همه چیز رو سازگار و همخوان کنی، شکل عمیق و البته ظریفی از خود محق بینیه. آدم های خود محق بین از اونجا که فکر میکنن استحقاقشو دارن همیشه حال خوب داشته باشن، به هیچ چیزی دست رد نمیزنن، چون اگه این کار رو بکنن حس بدی به خودشون یا به یکی دیگه دست میده. و چون به هیچ چیز دست رد نمیزنن، یک زندگی بی ارزش، سرخوشی محور و خودشیفته رو در پیش میگیرن. همه اون چیزی که بهش اهمیت میدن اینه که سرخوشیشون رو به مدت طولانی تر حفظ کنن
از شکست‌های اجتناب ناپذیر زندگی دوری کنند و وانمود کنند که رنج در زندگیشون وجود نداره. پس زنی مهارت حیاتی و مهمی در زندگیه. هیچ کس نمیخواد در رابطه ای که خوشحالش نمیکنه گیر کنه. هیچ کس نمیخواد توی کسب و کار یا شغلی که بهش اعتقاد نداره پایبند بشه. هیچ کس نمیخواد در گفتن چیزی که واقعا میخواد به زبون بیاره احساس ناتوانی کنه. ولی با این وجود آدم ها انتخاب اولشون پس نزدن و کنار اومدن همیشه. آدمیزاد به طور طبیعی عاشق صداقته، ولی بخشی از صادق بودن در زندگی اینه که با نگفتن و نشنیدن اوکی بشیم. در نتیجه پستنی رابطمون رو بهتر و زندگی عاطفیمون رو سالمتر میکنه. مرزها. روزی روزگاری در زمانهای قدیم دختر و پسر جوانی بودند که خانواده هاشون از هم متنفر بودند. ولی پسره دوزدکی وارد مهمونی شد که خانواده دختره برگزار کرده بودند. و خب چون آدم دست پا چلفتی بود دختره پسره رو میبینه و همونجا در لحظه عاشق پسره میشه. به همین سادگی. بعد دوتایی میرن به باغ خانواده دختره و تصمیم میگیرن که فردای همون شب با هم ازدواج کنن. تصمیم منطقی به نظر میرسه، مخصوصا وقتی که دوتا خانواده سایه همدیگر رو با تیر میزنن. حالا چند روز بریم جلوتر. خانواده ها ازدواج این دو خبردار میشن و کف و خون بالا میارن. دعوای قبیله‌ای شروع میشه. حتی مارکیزو رفیق شفیق پسره طی این ماجرا میمیره. دختره خسته از این جفاهای روزگار انقدر غمگین میشه که دوا میخوره تا بخوابه. دو روز تمام میخوابه، ولی از بد روزگار این زوج جوان ارتباط درست حسابی در زندگی مشترک رو بلد نیستن و دختره کاملا فراموش میکنه که در مورد این قضیه به شوهرش چیزی بگه. در نتیجه داماد قصه ما فکر میکنه عروس خانم خودکشی کرده، اون هم دیگه کاملا قاطع میکنه و دست به خودکشی میزنه به این امید که در زندگی پس از مرگ یا همچین چیزی دوباره به هم برسن. ولی دختره بعد از دو روز از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که بله، جاتر و بچه نیست، شوهرش خودکشی کرده. پس اون هم همین روش رو در پیش میگیره و خودکشی میکنه. پایان. در فرهنگ امروزی ما رومو و جولیت نماد عشق و عاشقیه. در فرهنگ انگلیسی زبان بهش میگن داستان عاشقانه، ایدئالی که همه میخوان بهش برسن. ولی وقتی توی قصه ریز میشی میبینی که این بچه ها کاملا عقلشون رو از دست دادن و خودشون رو به کشتن دادن که این قضیه رو ثابت کنن. خیلی از فرهیختگان شک دارن که شکسپیر رومو و جولیت رو در ستایش عشق و عاشقی نوشته باشه. اونها میگن که این اثر نقدی بر عشق و عاشقیه و اینکه عشق و عاشقی چقدر میتونه احمقانه باشه. شکسپیر نمیخواست این نمایش نامه عشق رو شکوهمند جلوه بده. در واقع هدفی کاملا برعکس داشت. یک تابلوی نئون چشمک زن که روش نوشته وارد نشوید و چسب‌های زرد پلیس دورش کشیده شده که روش نوشته عبور نکنید. عشق رمانتیک در طول تاریخ بشر مورد نقد و نکوهش بوده، برخلاف این روزها که خیلی هم پرطرفدار و خواستنیه. در واقع تا اواسط قرن 19 میلادی عشق یک چیز غیر ضروری محسوب میشد. یک عامل بازدارنده و از لحاظ روانشناختی خطری برای چیزهای مهمتر زندگی. اغلب جوانها مجبور می شدن از عشق و عاشقی کنار بکشن و به نفع ازدواجهای اقتصادی که ثبات رو برای خود و خانوادشون تضمین می کرد تن در بدن. ولی توی این دور زمانه این مدل عشقهای دیوانوار شیرین و فرهادی طوری خیلی وسوسه انگیزی شده و فرهنگ ما رو در بر گرفته. و هرچه رومانتیک‌تر بهتر. چه بن افلک باشه که داره آماده میشه یک سیارک رو منتدم کنه
و زمین رو به خاطر عشق به یک دختر نجات بده، یا مل گیبسون باشه که صدها مرد انگلیسی رو میکشه در حالی که توی کلش تصاویر شکنجه و تجاوز به همسرش آروم و قرار رو ازش گرفته، یا اون داغ خوشگل الوین توی الباب حلقه ها که فناناپذیریش رو بخشید به خاطر اینکه با آراگون باشه، یا اون کمدی های احمقانه‌ای که توش جیمی فالن بی خیال بلیت بازی تیم رد ساکس در مرحله حذفی میشه چون درو بریمور دلش هواشو کرده یا همچین چیزی. اگر اینجور عشقهای رومانتیک مثل کاکوین بود، اون و همه ما توی این فرهنگ مثل تونی مونتانا در فیلم صورت زخمی بودیم، کلمون رو توی کوهی از کاکوین فرو میکردیم و فریاد میزدیم به رفیق کوچولوی من سلام کن. مشکل اینجاست که ما داریم متوجه میشیم عشق رومانتیک واقعا مثل کاکوینه، یعنی به طرز ترسناکی شبیه به کوکائین عمل میکنه، یعنی دقیقا همون قسمت‌هایی از مغز رو انگولک میکنه که کوکائین، یعنی تو رو بالا میبره و برای مدتی حال خوبی بهت میده، ولی در کنارش همونقدر که مشکلات رو حل میکنه همونقدر و خیلی بیشتر هم مشکل به وجود میاره، درست مثل کوکائین. بیشتر عناصر سازنده عشق رومانتیک که ما به دنبالش هستیم، یعنی برون ریزی احساسات به طرزی دراماتیک و سرگیجاور، بالا پایین های عشق آتشی، نمایشی سالم و حقیقی از عشق نیستن. در واقع شکل دیگه ای از خودمحقبینی هستن که خودشون رو در رابطه نشون میدن. میدونم این قضیه باعث میشه که من براتون یک آدم ضد حال باشم، جدی میگم، آخه کی اینجوری عشق رو خار و خفیف میکنه؟ ولی خب به حرفان گوش کنیم، واقعیت اینه که ما عشق سالم داریم و عشق ناسالم. عشق ناسالم یعنی وقتی دوتا آدم از طریق حسهایی که به هم دارن میخوان از مشکلاتشون فرار کنن، به عبارت دیگه از همدیگه به عنوان راه فرار استفاده میکنن. عشق سالم یعنی وقتی دوتا آدم با همدلی و حمایت همدیگه به مشکلاتشون اقرار میکنن و میرن که شاخ مشکلات رو بشکنن. تفاوت عشق سالم و ناسالم به این دوتا چیز برمیگرده. هر کدوم از طرفین رابطه چقدر مسئولیت پذیر هستن؟ هر کدوم از طرفین چقدر با پس زده شدن از طرف دیگری کنار میان؟ هر جایی که یک رابطه ناسالم یا مسموم وجود داشته باشه، احساس مسئولیتی شلوول و رخنه‌پذیر روی طرفین هست و یه جور ناتوانی در پس زنی. ولی وقتی رابطه سالم و پرمهر باشه، مرزهای واضحی بین طرفین و ارزش‌هاشون وجود خواهد داشت و هر کجا که لازم شد خیابانی پهن بینشون باز میشه برای رفت آمد و رد کردن و رد شدن ها. منظورم از مرز ترسیم خطهای واضح بین مسئولیت آدم ها برای مدیریت مشکلات خودشونه. آدم هایی که توی روابط سالم با مرزهای واضحی هستن، مسئولیت ارزش ها و مشکلات خودشونو میپذیرن و زیر بار مسئولیت ارزش ها و مشکلات پارتنرشون نمیرن. آدم هایی که روابط ناسالم با مرزهای ضعیف یا بدون هیچ مرزی هستند، مدام از زیر بار مسئولیت و مشکلاتشون خالی میکنن و یا مسئولیت مشکلات پارتنرشون رو بر عهده میگیرن. مرزهای ضعیف چه شکلی هستند؟ بذار چند تا مثال برات بزنم. اجازه نداری بدون من با دوستان بری بیرون، تو که میدونی من چقدر حسود هستم، باید خونه پیش من بمونی. همکارای من خیلی احمقن، همیشه کاری میکنن که دیر به جلسه هم برسم چون همش باید بهشون بگم فلان کار رو چجوری باید انجام بدم.
باورم نمیشه اینجوری منو پیش خواهرم احمق جلوه دادی. دیگه هیچ وقت جلوی اون با هم مخالفت نکن. خیلی از این موقعیت شغلی توی بوستون رو دوست دارم، ولی میدونم مامانم هیچ وقت منو نمیبخشه اگه ازش دور بشم. من خوشم میاد دوست دخترت باشم، ولی میشه به دوستم چیزی نگی؟ آخه خیلی ناراحت میشه و اعتماد به نفسشو از دست میده اگه من دوست پسر داشته باشم نداشته باشه. در هر کدوم از این سناریوها شخصی داره مسئولیت مشکلات عواطفی رو میپذیره که مال خودش نیست، یا از یکی دیگه میخواد که مسئولیت مشکلات و عواطفش رو بر عهده بگیره. به طور کلی آدمهای خودمحقین در روابطشون توی یکی از این دوتا دام میفتن، یا انتظار دارن که بقیه مسئولیت مشکلات ایشون رو بر عهده بگیرن، مثل اینکه من یه آخر هفته آروم توی خونه میخواستم، باید این رو میدونستی و برنامه هات رو کنسل میکردی، یا اینکه زیادی مسئولیت مشکلات بقیه رو بر عهده میگیرن، مثل دوباره کارشو از دست داد ولی فکر میکنم تقصیر منه چون اونقدر که باید پشتیبانش نبودم، فردا میرم که بهش کمک کنم رزومه‌شو بازنویسی کنه. آدمهای خودمحقین از این استراتژی‌ها در رابطه‌شون استفاده میکنن، همونطور که برای هر چیز دیگه‌ای میرن سراغ این استراتژی تا از زیر بار مسئولیت مشکلاتشون شونه خالی کنند. در نتیجه رابطه‌شون شکننده و تقلبیه، محصول تفره رفتن از درهای درونیه و نه محصول ستایش و احترام واقعی نسبت به محبوب. این قضیه نه تنها برای روابط عاشقانه، بلکه در روابط خانوادگی و رفاقت‌ها هم صدق می‌کنه. یک مادر سلطه‌جو ممکنه مسئولیت همه مشکلات زندگی بچه‌هاش رو به عهده بگیره و این مادر بچه‌های خودمحقینی رو بار میاره که همیشه در زندگی انتظار دارن یکی دیگه از راه برسه و مسئولیت مشکلاتشون رو بر عهده بگیره. به همین دلیله که مشکلاتی که در زندگی عاشقانه و رابطه‌هامون داریم به طرز ترسناکی به مشکلات بین والدینمون شبیه هستن. وقتی مرزهای نامشخص و مه گرفته‌ای برای مسئولیت عواطف و کارهات مشخص کردی و حوزه‌هایی رو شکل دادی که توش مشخص نیست کی مسئول کیه، کی تقصیر کیه، چرا داری فلان کار رو انجام میدی، هیچ وقت نمیتونی ارزش‌های قرص و محکمی برای خودت بسازی. تنها ارزشت این میشه که پارتنرت رو خوشحال کنی، یا تنها ارزشت این میشه که پارتنرت تو رو خوشحال کنه. و البته این قضیه خودش مشکلات بیشتری به بار میاره و روابطی که این دور مه گرفته و تار هستن معمولاً سقوط میکنن با کلی داستان و آتشبازی و سر و صدا. آدم ها نمیتونن مشکلات شما رو حل کنن و نباید هم تلاش براش بکنن، چون این براتون خوشحالی باقی به بار نمیاره. شما هم نمیتونید مشکلات یکی دیگر رو براش حل کنید، چون هم اینم اونا رو خوشحال نمی کنه. یکی از نشانه های روابط ناسالم اینه که دوتا آدم سعی میکنن مشکلات همدیگر رو حل کنن که به خودشون حس خوبی دست بده. از طرفی در یک رابطه سالم دو طرف مشکلات خودشون رو حل میکنن برای اینکه در مورد همدیگه حس خوبی بهشون دست بده. مرزبندی مناسب و درست حسابی به این معنی نیست که تو نمیتونی به همدمت کمک کنی یا ازش حمایت کنی، یا اینکه اجازه ندی اون بهت کمک کنه یا ازت حمایت کنه. جفتتون باید از هم حمایت کنید، ولی فقط به این دلیل که انتخاب کردین حمایت کنید یا حمایت بشین، نه به این دلیل که حس میکنی مجبور شدی یا حق تویه یا سهم تویه یا زن تویه یا شوهر تویه. آدمهای خودمحقین که تقصیر کارها و احساساتشون رو میندازن گردن دیگری این کار رو میکنن، چون باور دارن اگه همیشه خودشون رو به عنوان قربانی جا بزنن
در نهایت یکی از راه میرسه که اونها رو نجات بده و مهری که همیشه طلب میکردن رو دریافت میکنن. آدم هایی که تقصیر کارها و احساسات دیگری رو بر عهده میگیرن، این کار رو میکنن چون باور دارن که اگه پارتنرشون رو درست کنن و نجاتش بدن، مهری که همیشه میخواستن رو دریافت میکنن. اینها یین و یانگ هر رابطه ناسالمی هستند، قربانی و ناجی. آدمی که آتش رو روشن میکنه چون این کار حس مهم بودن بهش میده، و آدمی هم که آتش رو خاموش میکنه چون این کار بهش حس مهم بودن میده. این دو مدل آدم خیلی جذب هم دیگه میشن و در نهایت به هم میرسن. آسیب شناسی این آدم ها خیلی با هم مچه. معمولا زیر سایه پدر مادرهایی بزرگ شدن که یکی از این ویژگی ها رو از خودشون نشون دادن. در نتیجه برداشت این آدم ها از رابطه شاد اونه که بر اساس خودمحبینی و مرزهای ضعیف بنا شده باشه. متاسفانه جفتشون نمیتونن نیازهای واقعی همدیگر رو انزا کنن. در واقع این الگوی بیمار تقصیر رو برگردن دیگری انداختن و یا تقصیر رو بر عهده گرفتن باعث وخیمتر شدن خودمحبینی و همچنین تنزل عزت نفس میشه. ویژگی هایی که در درجه اول اجازه نمیدادن نیازهای عاطفی این آدم ها ارضا بشه، قربانی، مشکلات بیشتر و بیشتر ایجاد میکنه که نیاز به حل شدن دارن. نه به این خاطر که واقعا مشکلات بیشتری وجود دارن، به این خاطر که با این کار توجه و مهری که میخواد رو دریافت میکنه. ناجی مشکلات رو حل میکنه و حل میکنه، نه به این خاطر که واقعا به مشکلات اهمیت میده، به این خاطر که باور داره باید مشکلات بقیه رو حل کنه تا شایسته و مهر و توجه دیگران باشه. در هر دوی این موارد نیت‌ها خودخواهانه و مشروط و در نتیجه خودتخریب هستند و عشق واقعی خیلی به ندرت تجربه میشه. فرد قربانی اگر واقعا پارتنرش رو دوست داشته باشه بهش میگه ببین این مشکل منه، مجبور نیستی برای من حلش کنی، فقط باش و منو در این مسیر حمایت کن. این یک ابراز عشق واقعیه. اینکه مسئولیت مشکلات خودت رو بر عهده بگیری و مسئولیت رو نندازی گردن پارتنرت. اگر ناجی واقعا میخواست قربانی رو نجات بده بهش میگفت ببین تو داری تقصیر مشکلات خودت رو میندازی گردن بقیه، خودت حلش کن. و به طرز بیمارگونه این نمود عشق واقعیه، یه جور کمک به اون یکی برای حل مشکلات خودش. در عوض هم قربانی و هم ناجی از همدیگه استفاده میکنن که به سرخوشی‌های عاطفی برسن، مثل اعتیادی که در همدیگه مصرفش میکنن. و نقطه مسخرش اینجاست که وقتی آدم سالمی رو بهشون معرفی میکنی که باهاش وارد رابطه بشن، میگن که طرف حوصله سروره یا شیمیمون به هم نمیخوره. اونها بیخیال اون آدم سالم میشن چون مرزهای درست و حسابی این آدم به اندازه کافی براشون هیجان انگیز نیست که باعث تحریک سرخوشی های مدام در شخص خود محبین بشه. برای قربانی ها سخت در این چیز در دنیا اینه که خودشون رو مسئول مشکلاتشون بدونن. همه زندگیشون بر این باور بوده که دیگران مسئول سرنوشت ایشون هستن. برداشتن اولین گام ها برای قبول مسئولیت خودشون اغلب از ترسناک‌ترین هاست. برای ناجی ها سخت ترین چیز در دنیا اینه که دست از قبول مسئولیت مشکلات دیگران بردارن. همه عمرشون حس ارزشمند بودن و محبوب بودن رو زمانی دریافت کردن که در حال نجات یکی دیگه بودن. در نتیجه بی خیال نیاز شدن خیلی براشون ترسناکه. اگر
برای کسی که دوستش داری فداکاری میکنی باید دلیلش این باشه که خودت میخوای، نه به خاطر اجبار یا ترس از عواقب انجام ندادنش. اگه پارتنرت میخواد برات فداکاری کنه باید دلیلش این باشه که اون واقعا میخواد اون کار رو بکنه، نه به خاطر اینکه شما این فداکاری رو از طریق خشم یا احساس گناه دستکاری کرده باشید. کارهای ناشی از عشق تنها زمانی معتبر هستند که بدون قید و شرط یا انتظارات انجام بشن. شاید برای بعضی ها سخت باشه تشخیص بدن که آیا کاری رو از روی اجبار انجام میدن یا داوطلبانه. برای تست کردنش این راهکار رو بهتون پیشنهاد میدم. از خودت بپرس اگه به درخواستش نبگم رابطه‌مون چه تغییری میکنه، و همینطور بپرس اگر پارتنرم کاری که من ازش میخوام رو نکنه رابطه‌مون چه تغییری میکنه. اگه جواب این باشه که نگفتن شما کلی داستان میشه و چینی‌های شکسته زیادی رو کف آشپزخونه به جا میذاره، این یک نشانه بد برای رابطتونه. نشون میده که رابطتون مشروطه، بر اساس منفعت‌های سطحی که از هم دریافت میکنید بنا شده و نه پذیرش بی قید و شرط هم دیگه و مشکلات هم دیگه. آدم‌هایی که مرزهای درست حسابی دارن از جر و بحث‌ها، کج‌خلقی‌ها یا آسیب دیدن‌ها نمی‌ترسن. آدم‌هایی که مرزهای شلوغ و تاری دارن از این چیزها می‌ترسن و همواره رفتارهای خودشون رو طوری تغییر شکل میدن که به ساز بالا و پایین‌های عاطفی رابطه‌شون برقصن. آدم‌هایی که مرزهای محکمی دارن درک می‌کنن که غیر منطقی اگه انتظار داشته باشی دو طرف با هم 100% سازگار باشن و همه نیازهای همدیگر رو ارضا کنن. آدم‌هایی که مرزهای درست و حسابی دارن درک می‌کنن که ممکنه گاهی به احساسات همدیگه صدمه بزنن، ولی در نهایت نمیتونن تعیین کنن که بقیه چه احساسی باید داشته باشن. آدم‌هایی که مرزهای درست حسابی دارن درک میکنن که رابطه سالمی نیست که عواطف همدیگه رو کنترل کنن، بلکه اینه که دو طرف همدیگه رو در مسیر رشد شخصی و حل مشکلات خودشون پشتیبانی کنن. رابطه سالمی نیست که به هر چیزی که پارتنرت بهت اهمیت میده اهمیت بدی، اینه که به پارتنرت اهمیت بدی صرف نظر از اینکه اون به چی اهمیت میده. عشق بی قید و شرط اینه عزیزم. چجوری اعتماد بسازیم؟ همسر من از اون دست آدم‌هایی که وقت زیادی رو جلوی آینه سپری میکنه، عاشق اینه که خوشتیپ و خوشگل باشه. منم طبیعتاً عاشق اینم که اون خوشگل و خوشتیپ باشه. شبها قبل از این که بریم بیرون، بعد از یک ساعت آرایش، انتخاب لباس یا هر کاری که خانم‌ها پشت میز آرایش انجام میدن، از اتاق میاد بیرون و از من میپرسه خوب شدم؟ معمولاً خیلی جذاب میشه، ولی گهگاهی هم خوب نمیشه. شاید میخواسته مدل جدیدی به موهاش بده یا تصمیم گرفته تکمه هایی بپوشه که یک فشین دیزاینر جلف بپوشه. حالا دلیلش هرچی بوده جواب نداده. وقتی این رو بهش میگم معمولا خیلی میره رو مخش. همزمان که داره بر میگرده سمت میز آرایش و کمد لباسش تا هر کاری رو که کرده از اول انجام بده و 30 دقیقه دیگه منو معطل کنه، چند تا فوش هم به زبون میاره که تنگ چندتایش رو هم به سمت من زبونه میکنه. روال معمول اینطوریه که مردها در چنین شرایطی دروغ میگن تا همسر یا دوست دخترشون رو خوشحال کنن، ولی من این کار رو نمی کنم. چرا؟ چون صداقت در رابطم از این که همیشه حال خوب داشته باشیم برام مهمتره. آخرین آدمی که من باید خودم رو پیشش سانسور کنم زنیه که دوستش دارم و باهاش زندگی میکنم. خوشبختانه من با زن ازدواج کردم که کنار میاد و پایه شنیدن افکار بدون سانسور منه. البته ایشون هم وقتی من پرت و پلا میگم صداش در میاد، که به نظر من از ویژگی‌های مهم و دوست داشتنی همسرمه.
قطعاً منیت من بعضی وقتا درد میگیره و هوچی بازی در میارم و اعتراض میکنم و زیر بار نمیرم. ولی چند ساعت بعد برمیگردم پیشش و اعتراف میکنم که حق با اون بوده و الحق که حرفای این زن از من آدم بهتری ساخته، اگرچه اون لحظه از شنیدنشون متنفر بودم. وقتی بالاترین اولویت ما اینه که همیشه حال خودمون رو خوب کنیم یا همیشه حال پارترمونمون رو خوب کنیم، آخر سر هیچ کدوم حال خوبی نخواهیم داشت و رابطمون از هم میپاشه بدون اینکه خبر داشته باشیم از کجا خوردیم. بدون مشاجره و دعوا اعتمادی نخواهد بود. مشاجره بهمون نشون میده چه کسی بی قید و شرط هوامون رو داره و چه کسی برای منفعت خودش با ماست. هیچ کس به یک آدم همیشه باشگو اعتماد نمی کنه. اگر پاندای سرخوردگی اینجا بود بهت میگفت که درد در روابطمون برای تسهیل اعتماد در همدیگه و ایجاد سطوح بالاتری از صمیمیت لازم و ضروریه. برای اینکه یک رابطه سالم باشه، طرفین باید طالب باشن که به هم نبگن و نه هم بشنون. بدون این نرف کردنها، بدون این پس زدنهای گاه و بیگاه، مرزها فرو می‌ریزه و مشکلات و ارزش‌های یک نفر به مشکلات و ارزش‌های اون یکی می‌چربه. مشاجره نه تنها طبیعی بلکه برای حفظ یک رابطه سالم کاملا ضروریه. اگر دو نفر که به هم نزدیکن توانایی این رو نداشته باشن که تفاوت‌هاشون رو آشکارا و کلامی به هم بگن، پس اون رابطه بر اساس دغل‌بازی و سوء تفاهم بنا شده و به مرور زمان به یک رابطه مسموم تبدیل میشه. اعتماد مهمترین عنصر سازنده هر رابطه ایه. دلیلش هم خیلی ساده است، چون بدون اعتماد اون رابطه هیچ معنایی نداره. یک آدم میتونه بهت بگه دوستت داره، میخواد باهت باشه، به خاطرت بیخیال هر چیزی بشه، ولی اگه بهش اعتماد نداشته باشی این گزاره ها به هیچ دردت نمیخوره. تا وقتی که به بی‌قید و شرط بودن عشقی که به سمت روانه میشه اعتماد نکنی، نمیتونی با پوست و استخون حس کنی بهت عشق داده شده. چیزی که در مورد خیانت خیلی مخربه همینه. قضیه رابطه نیست، قضیه اعتمادی که در نتیجه اون رابطه خدشه‌دار شده. بدون اعتماد چرخهای رابطه نمیچرخه. پس یا باید اعتماد رو از نو بسازی یا اینکه از هم خداحافظی کنی. ایمیل های زیادی میگیرم از طرف کسانی که در رابطه بهشون خیانت شده ولی میخوان با پارتنرشون بمونن و با سرگردونی خاصی به این فکر میکنن که چجوری میتونن دوباره بهش اعتماد کنن. اونها میگن که بدون اعتماد رابطه‌شون شده مثل یک بار اضافی، مثل تهدیدی که همیشه باید حواست بهش باشه و بهش شک کنی و این دیگه لذتی نداره. مشکل اینجاست که بیشتر آدم‌هایی که در حال زیرابی مچشون گرفته میشه معذرت خواهی میکنن و با چرب زبونی عبارت‌هایی مثل دیگه همچین اتفاقی نمیفته رو به زبان میارن و تمام. آزادی که توی تعهد هست. فرهنگ مصرف‌گرا یه کاری رو خوب بلده. این که ما رو مجاب کنه بیشتر بخوام، بیشتر و بیشتر. همه این تبلیغات و بازاریابی ها حامل این پیامه که هرچی بیشتر بهتر. من خودم به شخص سالها مرید این تفکر بودم. بیشتر پول در بیار، کشورهای بیشتری رو ببین، تجربه های بیشتری کسب کن، با زنهای بیشتری رابطه داشته باش. ولی بیشتر همیشه بهتر نیست. در واقع عکس این قضیه درسته. واقعا اغلب اوقات با کمتر خوشحالیم. وقتی فرصت ها و گزینه های بیشتری جلومون باشه،
رنجی میاد سراغمون که روانشناس‌ها بهش میگن پارادوکس انتخاب. لب مطلبش اینه که هرچه گزینه‌های بیشتری بهمون بدن، میزان رضایت ما از گزینه‌ای که انتخاب می‌کنیم کمتر میشه، چون از همه گزینه‌های دیگه‌ای که از کف رفتن مطلعیم. یعنی اگه دو تا گزینه داشته باشی برای خونه‌ای که می‌خوای اجاره کنی و یکیشون رو انتخاب کنی، احتمالاً با راحتی خاصی توش می‌شینی و اطمینان داری که انتخاب درستی رو کردی، از تصمیمت راضی هستی. ولی اگه 28 گزینه داشته باشی و یکی رو انتخاب کنی، پارادوکس انتخاب میگه که احتمالاً سالهای سال به خودت میپیچی، شک میکنی، از خودت انتقاد میکنی، از خودت میپرسی که آیا انتخاب درست رو انجام دادی و اینکه آیا در خوشحال‌ترین حالت خودت هستی، و این نگرانی تمایل به اطمینان و کمال و موفقیت تو ناشاد میکنه. حالا چیکار کنیم؟ خب اگه مثل قبلنهای من باشید، از انتخاب کردن هر چیزی تفره میرید و همه گزینه‌هات رو تا جایی که میتونی باز نگه میداری، از تعهد دوری میکنی. ولی اگر چه سرمایه گذاری عمیق روی یک شخص، یک مکان، یک شغل یا یک فعالیت ممکنه ما رو از وسعت تجربه هایی که دوست داریم محروم کنه، ولی رفتن دنبال وسعت تجربه ها ما رو از فرصت تجربه کردن پاداشی که در عمق رابطه نهفته است محروم میکنه. تجربه هایی هستن که فقط وقتی میتونی داشته باشی که 5 سال یک جا زندگی کرده باشی. وقتی که بیشتر از یک دهه با یک نفر باشی، وقتی که بیشتر عمرت رو روی یک مهارت یا صنعت گذاشته باشی، الان که 30 سال دارم بالاخره تونستم بفهمم که تعهد به روش‌های خودش گنجینه‌ای غنی از فرصت‌ها و تجربه‌ها برام به ارمغان آورد که هیچ جور دیگه نمی‌شد به دست آورد، صرف نظر از اینکه کجاها می‌رفتم و چه کارها می‌کردم. اگر به دنبال وسعت و فراوانی تجربه ها هستی، هر دفعه جایزه هایی که از ماجراجویی ها، آدم ها یا چیزهای جدید دریافت میکنی کمتر میشه. اگر هیچ وقت از وطن بیرون نرفته باشی، اولین بار که به یک کشور دیگه میری، ضربه شدیدی به دیدگاهت وارد میشه و الهام بخش تغییراتی بزرگ در وجودت میشه، چون تجربه های محدودی در چنته داری که با هاشون مقایسه کنی. ولی وقتی 20 تا کشور رو گشتی، کشور 21 ضربه آرومتری بهت میزنه و چیزهای کمتری بهت اضافه میکنه، و به همین ترتیب وقتی 50 کشور رو گشتی، 51 کشور از اون هم کمتر بهت اضافه میکنه، و این رو میشه به دارایی های مادی، پول، سرگرمی ها، شغل ها، دوست ها و پارتنر های رومانتیک هم تأمین داد که همگی ارزش های سخیفی هستند که آدم واسه خودش انتخاب کنه. مسن‌تر که میشی، با تجربه تر که میشی، هر تجربه جدید با شدت کمتری روی تو تأثیر میذاره. اولین بار که توی مهمونی مشروب خوردم خیلی هیجان انگیز بود. بار 100 باحال بود. بار 500 برام مثل یک آخر هفته معمولی بود. و بار 1000 برام حوصله سربر و بی اهمیت بود. اتفاق بزرگی که برای شخص خودم طی چند سال اخیر افتاده، توانایی من در پذیرش تعهد بوده. انتخاب کردم که غیر از بهترین آدم ها، تجربه ها و ارزش های زندگیم، بقیه رو پس بزنم. کرکره همه پروژه های کسب و کاریم رو کشیدم پایین و خودم رو وقف نوشتن کردم. از وقتی همچین انتخابی کردم، وبسایتم محبوب تر و پربازدید کننده تر از اونی شده که تصورش رو می کردم. مدت هاست که به یک زن متعهد شدم
و در کمال شگفتی از هر کدوم از اون رابطه‌های یک شبه که در گذشته داشتم حال خوب و پاداش بیشتری برام به ارمغان آورده. به یک نقطه جغرافیایی متحد شدم و روی تعداد اندکی دوستای باقی سالم و بهتر از آب روان سرمایه گذاری کردم و چیزی که دستگیرم شد خیلی نامتعارف و عجیبه که آزادی و رهایی خاصی در تعهد هست. دیدم که رد کردن دیگر گزینه‌ها و حواس‌پرتی‌ها به نفع چیزهایی که خودم انتخاب کردم و تصمیم گرفتم که در درجه اول اهمیت زندگی قرار داشته باشم فرصت‌ها و منافع بهتری برای من داشته. تعهد بهت آزادی میده، چون که دیگه حواست پرت چیزهای بی اهمیت و کم ارزش نمیشه. تعهد بهت آزادی میده چون به توجه و تمرکز جهت میده و اونها رو به سمت چیزی که در خوشحالی و سلامت تو کارآمدترینه معطوف میکنه. تعهد تصمیم گیری رو راحت تر میکنه و ترس از دست دادن فرصت ها رو حذف میکنه، چون میفهمی چیزی که الان داری به اندازه کافی خوب هست. پس چرا همش سر به دست آوردن بیشتر و بیشتر حس بزنی؟ تعهد شما رو قادر میکنه هدفمند و مصمم روی تعداد کمی هدف مهم تمرکز کنید و پله های موفقیت رو یکی یکی بالا برید. اینجوری پستنی گزینه های بی‌ربط و دست رد گذاشتن روی چیزهایی که با مهمترین ارزش هامون همسویی ندارن و با معیارهایی که انتخاب کردیم همخونی ندارن بهمون آزادی میده. دست برداشتن از اینکه مدام دنبال روی وسعت بدون عمق باشیم حس رهایی بهمون میده. آره خب، وسعت تجربه ها احتمالاً خیلی هم لازم و جذابه، مخصوصاً در دوران جوانی. به هر حال باید بزنی بیرون، از این شاخه به اون شاخه بپری و کشف کنی که چه چیزی برات ارزش اینو داره که خودت رو وقفش کنی. ولی جایی که طلا توش دفن شده عمق و مجبوری به یک چیزی متعهد بمونی و بزنی به عمق که استخراجش کنی. و این در مورد رابطه، مسیر شغلی، ساختن یک سبک زندگی خفن و در مورد همه چیز صدق می کنه.